مقداری داریم برای ما اور. اور چیه؟ خب نگاه کنید، اور یه مقدار قیافش ما فهم. خیلی خوبه که مدار منطقی رو بلد باشید، اگه بلد نیستید نگاهش بکنید. من اینجا وقت نمیشه در مورد مدار منطقی صحبت بکنم، ولی خب صفر و یک ها خوبه لاجیک ها رو بدونید. لاجیک ها رو وقتی بدونید خیلی قشنگ تو برنامه‌نویسیتون میتونه تاثیر بذاره. اور چه شکلیه؟ اور حالا فرض کنم من اینجا سه تا نقطه میذارم، یعنی که میتونه اینم وکتور یا بی‌نهایت باشه. یه مقدار اینجا اصطلاحاً ما میگیم کمان داره و این بهش میگن اور. اور یعنی در واقع چه اتفاقی بیفته؟ یه دونش اگر یک بشه کفایت میکنه. حالا من این رو ایکس میذارم، این رو ایگرگ، این میشه چی؟ اینجا میشه ایکس به علاوه ایگرگ. یعنی شما اگه اینجا بخواید دو تا ورودی فرض کنید داشته باشه، دو تا جمله، اگه اینجا x باشه اینجا y باشه و این f باشه یا خروجی، بگذارید 0 0 خروجی چیه؟ 0 0 1 میشه 1 1 0 1 و 1 1 1 خواهد. دو نمیشه، ما تو کامپیوتر دو نداریم، باینری دو نداریم. باینری بین چی و چیه محصوره؟ یعنی اگه اینجا دو باشه بین 0 و 1 اسیره، هیچ فرقی نداره. حالا اگه شما میمونید مثلا مبنای 8 داشتی یا اوکتا، این میشد بین 0 تا 7. اینا رو باید بدونید تو زمان برنامه‌نویسی. یا اگر در واقع 16 داشتی، مبنای 16 بین چی تا چی اسیره؟ 0 تا 15 یا F 15 باشه. اینا به این شکل هستن، اینا چیزایی هستن که توی کامپیوتر شما ازشون استفاده میکنید و باید بدونید. خب من میام اینجا، حالا این رو داریم، میایم و حالا میخوام از اور استفاده بکنم. فرض کنم یه دونه دوتاش کافی، بریم بررسی کنیم ببینیم چه جوری. من میام اینجا برمیگردم میگم که ببین x نامساویه y، یا دوتا پایپ یا بالا اینترت دو تا در واقع پایپ میذاری، x نامساوی y باشه و y مساوی باشه با 20. ببین اولی اگه ترو نبود، حالا دومی ترو بود، خروجی چیه؟ ترو خواهد دار. میام اینجا برمیگردیم میگیم 20 y هم 20، آیا 20 نامساوی 20؟ نه طبیعتا، ولی y چی شد؟ مساوی با 20. این فالسه، 20 نامساوی 20 نه، این فالسه، ولی این چیه؟ تروه. ترو و علاوه فالس ترو. خیلی راحت در واقع میاد اتفاق میفته و میشه یک خروجی رو برمیگه. اینم بحث پایپ بودش که در واقع دو تا پایپ رو استفاده، آیا تو برنامه‌نویسی استفاده میشه؟ ببین بستگی داره به نوع کارت، یعنی در واقع نوع الگوریتمی که میخوای استفاده بکنی ممکن استفاده بشه. یعنی شما باید بدونید که یا هم داری، یا من در واقع دارم میگم اگر این مقدار بود یا این مقدار بود، یعنی هر کدومش یک بشه اصطلاح خروجی من رو بولین هم رو ترو میکنه. خب